دلش الان شاد نیست و خوشحال نمیتونه به زندگیش ادامه بده. خواستم امروز با اتون یه ذره حرف بزنم، درد دل کنم. همونجوری که همتون میدونید، سلام به روی ماه تک تکتون. امیدوارم هر جا که هستید حالتون خوب باشه. البته میدونم که آرزوی محالیه، مخصوصا تو این روزها. میدونم که هیچ ایرانی در هیچ جای دنیا. امروز خواستم راجع به همین موضوعات چند روز اخیر که برای کشورمون اتفاق افتاد حرف بزنم باهاتون، درد دل بکنم باهاتون و بگم که اگر کسی، من خیلی اهل حرف زدن نیستم تا زمانی که یک موضوعی داشته باشم برای حرف زدن و دلم میخواد که شما حرفام رو بشنوید، اون موقع است که میام و باهاتون دوست دارم که حرف بزنم. اگر کسی حرفی نمیزنه، اگر کسی اعتراضی نمیکنه، اگر کسی پستی رو شیر نمیکنه، اگر کسی خلاصه کاری که شما دوست دارین رو انجام نمیده، دلیل بر ناراحت نبودنش و یا خوشحال بودنش، اهمیت ندادنش و اینکه ایران براش اهمیتی نداشته و نداره نیستش. بیایم به هم یکم بیشتر احترام بذاریم، نه اینکه بخوایم توی این وضعیت دل همدیگر رو بیشتر خون بکنیم، یکم بیشتر همدیگر رو درک بکنیم و این رو بپذیریم که ممکنه هر کسی برای زندگیش یک استراتژی داشته باشه و بر اساس اون زندگیش رو ببره جلو و به تصمیمات همدیگه احترام بذاریم و بیایم دل بشکنیم، بیایم قضاوت نابجا بکنیم. متاسفانه مثل همیشه توی این شرایط، اول از همه تسلیت میگم به تک تک خانواده هایی که توی این چند روز متاسفانه عزیزانشون رو از دست دادن و فقط طلب صبر دارم از خدا براشون و آرامش روح عزیزان از دست رفتشون که مطمئنم روحشون در آرامش هستش، مطمئنم به این موضوع. نه اینجوری نیست، ایران برای من هم مهمه، ایران برای هر ایرانی مهمه، ایران پاره ای از وجود هر ایرانیه. چطور میشه برای منی که بیشتر عمرم رو توی ایران گذروندم ایران و ایرانی برام مهم نباشه؟ چطور میشه منی که 26 سال از زندگیم رو اونجا گذروندم، چطور میشه منی که عزیزانم اونجا هستن، خانوادم اونجا هستن، چطور میشه برای من اهمیتی نداشته باشه؟ ما هممون ایران برامون مهمه، هیچ ایرانی نمیتونه بگه ایران براش اهمیتی نداره. با گریه مردممون گریه میکنیم، با خوشحالیشون خوشحال میشیم، با ذوق کردنشون ذوق میکنیم، اما چه کار میتونیم بکنیم واقعا؟ بیایم از همدیگه انتظار بی ربط نداشته باشیم. من خودم به شخصه نه خبرنگارم، نه کار سیاسی انجام میدم، نه گزارشگرم، هیچ کاری نیستم واقعا. من فقط به خاطر دلیلی مجبور شدم از کشورم مهاجرت بکنم و بیام مثل یک آدم معمولی به ادامه زندگیم برسم. آرزو میکنم که یک روزی کشور ما غرق در شادی و خوشبختی باشه و فقط و فقط و فقط کشیدن دارن تلاش میکنن. آرزوی من خوشحالی و خوشبختی تک تکتونه. مرسی از ساپورت همیشگیتون، دوستتون دارم. خبرهای خوب بشنویم، خوشحالی مردم رو ببینیم و نبینیم که هموطنانمون انقدر در سختی هستن و برای نفس